خواهم ببینم که حالا هوای عباس آقا چطوره که عروسی پسر خواهرشه. وقت شروع عروسی، ولی خب ما باید زودتر بریم چون خیابونه خیلی شلوغ. اینم سرویس طلام که توی یه دونه از ویدیوها امروز هم عروسی رفتی هم تولد. آره سلام، احوال شما؟ من اومدم با یه ویدیو دیگه، اومدم توی اتاق حسین دارم باهاتون صحبت میکنم به خاطر اینکه فوتبال داره توی سالن نشستم، بچه ها و همسرم فوتبال میبینن. من رفتم لباس رو خریدم، همینطور که دیدید خیلی قیمت لباس ها بالاست، خیلی دیگه از پایه 5-6 تومن شروع میشه میره به بالا، که من پیرنی که خریدم توی ویدیو قبلی نشون دادم، هنوز پخش نشده که ببینم نظر شما چی بوده. دیگه اونی که از دستم برمی اومد اونو خریدم که حدود 6 میلیون بود که به ما حدود 200 تومن تخفیف دادن. من خیلی بلد نیستم که تخفیف بگیرم. بعضی دیدی چقدر واردن، وقتی که میرید خرید میکنید انقدر قشنگ با فروشنده صحبت میکنن تخفیف میگیرن، من اصلا وقتی که خرید میکنم میگم که اگر جا داره یه تخفیفی بهم بدید، همینو میگم دیگه، اون میمونه به کرم فروشنده. سر این لباس هم خود خانومی که خیلی خانم خوبی بودن ما رو راهنمایی کردن، که گفتم دیگه خودتون یه تخفیف بدید دیگه، میدونید که ما خانوما تخفیفمون میچسبه دیگه. ایشون 200,000 من کم کرد و ما لباس رو خریدیم و اومدیم. بعد برای آرایشگاه، من برای هر عروسی نمیرم آرایشگاه، یعنی اگر که یه درجه ما دورتر باشیم خودم تو خونه آرایش میکنم. ولی خب الان نزدیکترم، زندایی آقای داماد هستم دیگه، میخوام برم آرایشگاه که فکر میکنم ویدیو قبلی گفتم میریم پیش دوستمون که من و هانیه جان یه مدت آرایشگاه بودیم، ایشون میکاپ انجام میدن، خیلی کارشون درسته، لوازمایی که میخرن اصل، ما بودیم اونجا که خریداری میکردن، خیلی خانم دلسوز، کار قشنگ، که من میرم اونجا اصلا دلهوره ندارم از اینکه حالا صورتم بد بشه و اینا. برای موهام میخواستم برم یه لایتی روش انجام بدم، ولی چون از قبل پایین موهام لایت داشت موهام آسیب میدید، یعنی رفتم آرایشگاه گفتن در میاریم، ولی خب خودم میدونم دیگه این دکلورا وقتی بیاد روی هم سر مو آسیب میبینه، با اینکه موهامو کوتاه رفتم کردم با سراش یه ذره هست، به خاطر همین این کارو انجام ندادم، گفتم که تیره کنم موهامو که لباسم هم مشکی و طلاییه قشنگ میشه با آرایش و اینا، موه تیره قشنگ میشه. رفتم شماره 6 گرفتم، طبیعی 6، بعد با کاراملی 6 یکم مخلوط کردم، گفتم دوتا رنگ مخلوط میشه اصلا یه رنگ قشنگ تری بهمون میده، مخلوط کردم، بعد گفتم نکنه که نارنجی بشه موام، لباسم هم مشکیه بد بشه. یه کوچولو به اندازه یه بند انگشت شماره 4 داشتم قهوه‌ای، قاطیش کردم خیلی تیره شد به نظر خود. مامان دید گفت خیلی تیره شده، ولی خب حالا برای اون شب چون با آرایش و اینا رنگ موی تیره هم قشنگ میشه، میگم لباسم هم مشکی داره قشنگ میشه باهاش، میدونم که قشنگ میشه، نباید انرژی منفی بدیم قبل از هر کاری بگیم بد میشه، من میدونم اینجوری میشه، من میدونم دیرم میشه، نه، ما سر موقع میرسیم به مجلس، خیلی خوش میگذره این مجلس. خب من رسیدم جلوی در خونه دوستمون دیگه، بریم داخل ببینیم که چه خبره. اینجا کوچه هاشون هم خیلی خوشگله، سروستانه، یه قسمتی از پردیس فاز 2 میشه. خواستم برای سلام کنم، منتظر بودم بیاد. سلام میکنم به همه همراهان نرگس جون، امیدوارم که امروز از دیدنش لذت ببرید. واقعا دیدنی میشه، خوبونه مرسی خوبونه. هانیه جونم زحمت کشیده اومده اینجا پیش من. خواهش میکنم، بقول زهر خانم شما زحمت کشید. شروع کار. سلام. سخت ساکت بمونی؟ من خیلی. آره. خواستم این داستان جدید واسهتون تعریف کنم نمیشه. آره دیگه شهرزاد قصه گوه ما آخه. آخه اینقدر خودم تعجب کردم. پس تعریف کن باشه؟ باشه. خب این شروع کاره،
میریم واسه یه آرایش، مدلشو گفتی مرناز، میگی یه بار اسموکی. قبل از اینکه بیام گفتم من جایی که دارم میرم مطمئنم که خوب میشم، چون کار مرناز جون رو دیدم. خوب مرسی. این از عروسک شروع میکنی؟ من دیگه بیا در بیا کنم. خب ما امروی یه آرایشگر کوچولو هم داریم. نیکا چیز رو به اون یه چیز بذار اگه دوست داری. آهنگ؟ آره میذاری آهنگ؟ بزن در دقیقه در اون مثل میذارم. داری در دقیقه چی رو میبینی؟ دبیده. آها دبیده، بزن در اون مثل میذارم. باش باش کار نداری. آنیه رفتی بالا، کلید کجا بود؟ جیب کاپشن. میگه تو جیب کاپشن. خوش اومد. باشه خوب شد. از این اسپری آبرسان گفتی. آره. بعد واسه آرایش معمول خودمونم، حالا واسه عروسی اون نواشه خوبه. برای پوست خیلی عالیه. آبرسانی میکنه دیگه. استفاده روزانه هم همینجور. نه چنده مهم است؟ 650. خوبم هست زیاده. آره. دیدی شما؟ اینم آبرسانه منا. آره. اینم آبرسان کلینیکه. خیلی آبرسان خوبیه. عزیزم بذار الان اون شکلات رنگ میده. اینم یعنی واسه روزانه مفیده. آره. کلینیک چند؟ اون فکر کنم الان چون اون سایز کوچیکه چه 1600. حت اصل بودنش هم خیلی شرطه. آره. مگیری ایرانیش هم اوکیه. ولی خب دیگه خیلی از اون رو از آره. حالا موهاش چقدر اون خیلی مشخص شده بود. حالا این ایرانیه؟ آره. حالا یه چیز دیگه. آمپولا رو گفتید ببخشید. چون فیلم گرفتم گفتم نصفه نمونه. آره آمپولای بیوتی. ببین حالا برای مو کنار اون ما یه چیزی داریم استفاده میکنیم. حالا من که خیلی یکی در میون همیشه استفاده میکنم، همچی رو زود ول میکنم متاسفانه، ادامه نمیدم. ولی الان ابوالفضل داره همون رو استفاده میکنه. موهاش خب خیلی کوتاهه، کم پشتم هست. ولی مثلا میگفت همین من چیز میکنم، میرفت مثلا موهاشو یه دست میکشید بهش کلی مو میومد تو دستش. وقتی داره اینو استفاده میکنه اصلا میگه یه دونه مو هم پایین نمیاد. مو هر شب هم داره الان استفاده میکنه، ارادش هم خیلی بهتره. بعد این رو یه قاشق رزماری، یه قاشق میخن، سیادونه، برگ بو، بعد با یه تیکه چوب دارچین ما اینا رو میذاریم، از هر کدوم یه قاشق میذاریم، با یه لیوان آب میجوشه، یه ذره مثلا 10 دقیقه میجوشه، بعد صافش میکنیم. هر شب باید رو موی تمیز، یعنی اگه مو کثیف باشه دیگه چیز نباید بکنیش، استفادهش نکنی، باید سرتو بشوری از همون بیای دوباره. هر شب داره همت. میزنه. آره همت خوبه همون دیگه. آره من حالا خودم هم ریزش رو قطع میکنه، هم رشد. آره هم رشد مو رو زیاد میکنه، مثلا موی جدید در میاری. چه خیلی آره داشتم حالا بهش فکر میکردم، خیلی بر خوب باشه. حالا من اصلا خودم رو استفاده نمی کنم، ولی اون ارادهشو داره دیگه. آره این چیزا رو باید پشتشو بگیری، پشتشو باید بگیری. بعد قول داده اگه تا 6 ماه موش در بیاد به من پول کاشت مو رو باید هم بده انقدر راحت مو در بیاد. رسیدی به مرحله موجه. آره قدیما من یادم اول همه صورت و
کرم میزدن، کرم پود. بعد دیگه حالا یه ذره ریمل و خط چشم، آرایش چشم. خب حالا خیلی تکنیک ها فرق میکنه دیگه، بروز میشه. من عروسیم ریمل میزدن، میرفتن یه رو دیگه دوباره ریمل میزدن، میرفت میومد ریمل میزدن. از ده صبح که اونجودم تا پنج که حاضر شدن دقیقا میزدن تا موجه ها بیاد بالا. آره ریمل، اصلا نه موجه مصنوعی استفاده میکردن. ولی الان اول چشما رو درست آره. میکنن. نه خب الان بستگی داره، اگه آرایش لایت باشه اینجور نیست که حتما اول چشم درست شد. نه چشما که برای تمیزی کار برای بهتره اول چشم درست شد. خب اینم گفتی؟ اونم یه مدل دیگه آبرسان مرسوب کننده است. خب خیلی عالیه. یعنی دیگه زیر ساز پوست رو دیگه قشنگ میتر کنه دیگه. قشنگ آبرسانی کامل میکنه. بعد واسه یه مصرف روزانه هم خوبه اینم؟ آره کنه آبرسان ها خوبه دیگه. هر مصرف روزانه. آخه من فکر میکنم بعضی از اینا مثلا بیشتر واسه به قول شما زیر ساز خیلی خوبی تو آرایش در بیاد. خب کرم پود آره هست که مصرف روزانه نباشه، ولی آبرسان میتونه مصرف روزانه باشه. این چنده مرناس؟ اونم 1300. 1300 خوبم هست، بزرگه. ببینم میشه. آها درست شد. حالا زنگ زدم. آره خودت خوابیدو. مامانم گوشی زنده داشت. مامانم 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 جون اونجا آهن درسته بودن. خب تو خوبی؟ بله خوبم. حالت خوبه؟ چیکار میکنی؟ چگر من خوبم. چی میخوری؟ دمت میجنبه؟ دودولت. دودولت؟ یه دونه شدم که بعد که بیاد تو دن من. خودم یه دونه دارو واکو مدانم وام کنم بیفته تو دنم. بابا نه اینم کرم پودرا استیلاده رو. اون یکی گفتی ناس خودم دیگه با هم ترکیب میکنی. همیشه دیدم قیمت اینا الان چند شده مرناس؟ نارس 2500-600 استیلاده هم 1700 1900 اینا فکر کنم استفاده روزانه است. یاد دیگه نه. خوب نباشه، سنگینه برای مصرف روزانه اینا خوب نیست. بعد گفتی که یه بار یه دونه روزانه گفتید فوریور استفاده کنی. فوریور 52 خیلی خوبه، برانسی سینا کرمای روزمره خوبیه. البته بازم اینا برای هر روز خوب نیست، سنگینه برای هر روز. فقط ضد آفتاب. آره خب آره دیگه، ولی این نزه دافتاب تراست اگه اسمشو درست گفته باشم شما هم استفاده میکنی خیلی عالیه. نزه دافتاب چیزم خیلی خوبه. ایزدین. ایزدین آره اونو منم شنیدم، اینجا رفته بودم واسه یه فشیال گفت آره یکو خورده ای انگار. اینم از مک است که الان 2 خورده ای شده گفتی درسته؟ دو تومن. مناس اینه سایه نارنجی مثل کجلبه؟ نه این کارکتر نارنجیه برای اینکه مثلا سیایی های زیر چشم رو بتونیم بپوچونیم باش. چرا انقدر کانسیلر روشن باید باشه؟ زیر چشم رو بده بیرون دیگه، گودی چشم روش با روشنی میاد بیرون. هرچی تیره باشه مثلا میره داخل، روشن که باشه میزنه بیرون سفیدی. مامان تا که مهندس بس اینه فرلا پندن بریده مهندس بابا شد آباکسین کن. آقا زنده داشت گرفتم، رزوانم که هست من برای پاگوشایشون
بابه گرفتم. از اسفان سفارش دادم. بس کادوی پاگوشاییه. آره برای رزوان و بنده‌داشت خودم. این چیزای ظرفای چوبی ها، ولی خب چوب اصله، چوب گردو. بعدی اینا میدونی چیه؟ اینا جعبه ندارن خودشون، حالا باید بری ببینی چجوری کادو. آره آره دیگه، این ظرفا کلا دکوریا جعبه مبه که ندارن. بعد پاکت بذارید دیگه، پاکت بذارید. فکر کنم این چیزی روشه. آره دو تا شکلات خوریه. خب این زیریشه، ولی از زیریش هم میتونی جدا مثلا حالا اینا توش نباشه جدا استفاده کنی. آه خیلی خوشگله مریم خانم. آره مبارکش باشه. برای فاتی زنده به شما. آره شالا به دل خوش استفاده کنم. شالا اینم دوباره برای زنداداش ببینم. خوشبالی زنداداشت. آره خیلی آره سفارش میدیم. آره یه سرویس چوبیشو. بعد خوبیش اینه که هانیه خوبیش اینه که اینا برداشته میشه، تو میتونی اینو مثلا آره جدا جدا چه بعد میتونی اصلا جدا میبخوریش کنی. آره به این چیز دیگه چی داره چی تقسیم میشه. حالا این از کنم هست، این برای رزوان گرفتم. سینیه نیکا جلوی منی خاله ببینیم. اینم سینیه، دوباره اینم جدا میشه مگنتیه. چه قشنگ. اینم میشه هم سینی بانان چایی باشه، هم میتونی بذاری نقل و قند و نمیدونم تنقلات بذاری، هم مزه خوری هم میشه مثلا. آره خیلی خوشگلم. یک و صد اینم هفتصد، اونم فکر میکنم هفتصد اینا شد. هفتصد اینا دست درد نکنه. مبارکشون باشه. این پودر فیکسه، پنکیک هم گفت استفاده نمی کنم. پودر فیکس چیه برندش؟ لورا مرسیه. لورا مرسی. اینا چه قیمتن؟ 2500. 2500 دیگه. چقدر مونده از کارش مناز؟ خیلی نمونده. امی برمارش نیاریم مناز. بعد سایه تاریخ مصرف داره واقعا؟ نه هیچ وقت خراب نمیشه. درسته؟ نمیگه خراب نمیشه. روژه گونه هم همینطوره. نه آره واقعا الان گونه هم نه، ولی کرم اینا چرا؟ آره الان این جعبه سایه به این بزرگی رو مثلا من بخرم برای من چند سال هست؟ آره دیگه بسطو. اصلا حالا مصرف سایه زیاده دیگه، یعنی آره مدت میشه ازش استفاده کنم. بباز ریمل چش. ریمل ابرو رو چی زدی براش؟ ریمل ابرو نزدم، فعلا دارم یکم با ژل ابرو لیفت میکنم موهاشون رو، بعد جاهای خالیشو دیگه میکشم. اینا از چه مارکی استفاده میکنی ژل ابرو؟ چی پیشنهاد میدی؟ ژل ابرو خیلی برند خاصی حالا نیست که بگی حالا مارک خیلی گرونی بگیری، چون کارایی خیلی خاصی انجام نمیده. آها هر مارکی شد. یعنی دودو خیلی نام خاکی چشه مشکی و قهوه‌ایه، یعنی قهوه‌ایش برای ابروه گریماس. ابرو کشیدن تو خیلی دوست دارم مناز. برای عروسی من آماده کردی شما، بعد عکس فرستادم واسه خاله محمد. اولین چیزی که بهم گفت، گفت با ابروات چیکار کردی؟ چقدر ابروات قشنگ شده. چیز دیگه زندگیه چی میگم؟ بزرگه. نمیدونم چرا داری روش می‌ذاری.
از حیات مهناز خانم با این گلای خوشگلش. من منتظرم که بیان دنباله. مرسی. امروز هم عروسی رفتی هم تولد. آره دو تا با هم. تولد در عروسی. نیکا خانوم ممنونم که امروز لو ندادی. آره آفرین خاله. نه نداد دخترم. آفرین. چی گفت؟ چه رفته تو فکر؟ آره تو فکر. یه چیزی گفت. فکرم که انتخاب کردی خیلی خوشمزه بود خاله. یه هم چیزی گفت. دست درد نکنه نیکا. باش. عباس هوا رسیده. آره. بذار رو بریم ببینیم. آره. اون دروازه مهناز جان خیلی زحمت کشیدید. دست درد نکنه برام بفرست. چش زحمت نکنه. خدا خدا مرس. 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 داریم میریم خونه که لباس بپوشیم و بریم. موهامو نمیخواستم شینیون کنم ولی خب نشد چون کوتاه بود، گفتن باز میشه و شینیون شد آخر سر. اینم سرویس طلام که توی یه دونه از ویدیوها گفتم که مامان وقتی که من نگین و باردار بودم برای سیسمونی فقط همون لوازم اولیه رو داد، لباس بچه و کالسکه و روک و دیگه لباسای اضافه و تخت و کمد رو نداد، به خاطر اینکه ما یه خوابه بود خونمون، به جاش به هم سرویس طلا داد. بعد دوستان گفته بودن که سرویستو میشه نشون بدی؟ این سرویس بود که اون سال که نگیم به دنیا اومد مامان برام خرید. این هدیه مامان و بابا بود، نگینش هم سبزه و آره اینو از اون سال ما نگه داشتیم، یعنی این هم سن و سال نگینه، یه چند ماه هم بزرگتر. خب من دیگه حاضر شدم، لباسم رو میخواستی تو تنم ببینیم دیگه، باید کم کم حرکت کنیم. ساعت 7 شروع عروسی و خب ما باید زودتر بریم چون خیابونه خیلی شلوغه. دیگه من کتم رو بپوشم و حرکت کنیم. خوب میشه با این کته؟ یا مانتو بپوشم؟ من گفتم چون لباسم بلنده دیگه چیز نکنم. مامان میشه مانتو نپوشم؟ کردم منده من رو کارتم شم. خوبه نگی این کته؟ آره خیلی خوبه. مانتو بپوشم؟ نه خیلی خوبه. آره من خوب کت بپوشم. کفشم هم که یه رنگیو بیو ببندم. ببینید سرتاپا. آره چرا کشی؟ سلام. به همون آخری ببندم دیگه. آره آره اینا رو با هم از قصد ست کردم که نقایشه. خوب شد؟ خوب شد. پشتتان درست کنم. مثل همیشه که آقایون میرن پایین منتظر خانوما میمونن، از کیه که شوهر من رفته جلوی در ولی نگین خانم هنوز حاضر نشده که بریم. حاضر شدی بالاخره؟ بله. کجایی؟ اینجا ولی بلای کنسل رفتم. چرا؟ چیکار؟ تا بازم شد باز خدا روشون. خب نگین موهای من مثل خنابندونم شده. خنابندون موهام اینجوری یه بر بود. موهای منم اتفاقا مثل عروسی چهارمیم شده. عروسی چهارم هم همینجوری شده. موهای نگین خودم درست کردم. و خرابارم هم داره باز میشه. آخرین خبرها. آره هوا هم ابری شده، رعد و برق شده، بارون بیاد. بارون برکته. دیگه رعد و برق ها وای وای بکنم تو فیلم افتاد. بارون برکته. عروس داماد امشب خوشبخت میشن حتما که داره شب عروسشون بارون میاد. فکر کنم تعدیگم زیاد خوردن.
میگن اگر تعدیدی تو بلاگم میگن اگر تعدید زیاد بخوری عروسی بارون میاد. من داشتم آماده میکنم میگم عروس تعدید دوست داری. آره. بعد خاله هم عروسیش بارون اومد. من قشنگ یادم اومد. آخ محمد ما هم بارون اومد. راست میگه. من همیشه پیش خودم میگفتم من عروسی مو بردی بهش میگیرم واسه اینکه هوا خیلی خوبه دیگه، بارون و اینا هم نیست. احتمال حالا اردی بهشت بازم بارون میاد. آره من ببینم که حالا هوای عباس آقا چطوره که عروسی پسر خواهرشه. خیلی خوشحالم. دایی دامان فرمون رو بلن کنی دایی دامان به کشتن بدیمون. هوا انگار دفعه شب شد، ابری شد انگار. نه تو برقو میخوام بگیرم نشون داده نمیشه. صدا شما نه آره صدا شما. گفتم خیابونا شلوغه. ببینید ساعت الان 7:02 است که دیگه تازه ما به شلوغی های اونطوری نخوردیم. من یادمه که یکی از فامیلامون عروسیشون بود، عروس دوماد موندن تو ترافیک، ساعت 10 تموم شد 9 رسیدن. اینقدر همه حالشون گرفته شد ولی الان خدا رو شکر اون شکلی ترافیک نیست. اینجا خیابون دماونده، اینم تالاریه که ما میخواییم بریم. اینطور جاها که خیلی شلوغ خیابونای مثلا حالا اطرافش خیلی خوبه که پارکینگ داره، اگر نه دیگه نمیدونستیم ماشینمون کجا بذاریم. یه سری از صندلیای تالار هم گذاشتن تو پارکینگ. نفس خانم چون کوچیک بوده توی ویدیو من، الان ببینید چه بزرگ شده. اینقدر گرسنم بود سریع یه دونه شیرینی برداشتم. تالار عروس و داماد هنوز نیومدن. که تو تالار زود تموم میشه داریم میرون خونه آقای داماد که یکم اونجا مادر آقای داماد. خونه مادر آقای داماد. آره خونه خواهرشوهرم. یکم اونجا دیگه بزنن و برسن و خدافظی مخصوص کنیم و برگردیم بریم. اونجا خیلی نمیشد من فیلم بگیرم، دستم باز نبود. خیلی دوست نداشتن که فیلم گرفته بشه، به خاطر همین خیلی نشد که فیلم بگیرم براتون. این هم ماشین عروس دیگه باید. عروسی تموم شد و آره دیگه. دیشب تا جایی که تونستم همراهتون کردم، ولی خب توی سالن من اجازه نداشتم که کامل فیلم بگیرم، یکم از حال و هواش گرفتم که شما هم در جریان باشید. من خودم دوست داشتم بگیرم، از همه فامیل فیلم بگیرم، از رقصاشون بگیرم، ولی خب اجازه نداشتم، این کار نکردم. بعدش هم که دیگه رفتم خونه خواهر شوهرم، دیگه عروس داماد دست به دست دادن و یه سری اونجا گریه کردیم و
ایشالا که همه جوان ها خوشبختشن. آرزوی خوشبختی میکنم برای عروس داماد دیشب. بعد من کارامو صبح انجام دادم، جمع جور کردم که برم خونه ماما اینا، چون ماما مهمون داره، زنداییم داره میاد اونجا، دیگه قرار شده که منم برم اونجا. دیگه خانومانه دوره هم هستیم، حتما براتون فیلم میگیری که شما رو همراه کنه به احتمال زیاد. دیگه صبح زود بیدار شدم چون باید میرفتم خونه ماما اینا. دیدید فردای عروسی چقدر خسته ای؟ من که اصلا بدنم نمیدونم چرا درد میگیره فردای عروسی. تشکر میکنم از شما عزیزان که در همه حال همراه هم هستید. ذوقشو داشتم که شما هم همراه هم باشید برای این مجلس. بعد در مورد اون لباس سرمه‌ای که خیلی نوشته بودید، لباس سرمه‌ای قشنگ بود، دیگه گذشته بود، من خریده بودم. ولی این بار حالا این سری خیلی تون تون این کارا رو انجام دادم. این بار اگر بخوام خریدی چیزی بکنم، یه دور با شما میرم، نظراتو جمع میکنم، میرم خرید میکنم. اینجوری خیلی بهتره. مرسی عزیزان که همراه هم هستید. آرزوی خوشبختی میکنم برای همه جوون‌ها، برای عروس داماد دیشب. انشالله که زندگی پر از آرامش داشته باشن. همه تون رو دوست دارم. به خدا میسپارم اتون. خدا نگهدار. فقط گلای حیات ما رو ببینید چقدر خوشگلن. من امروز دارم میرم خونه مامان اینا، مهمون داره. دیشبم عروسی بودیم، خیلی خسته بودم، ولی خب به مامان قول داده بودم. هوا هم خیلی خوبه، ابریه، داره نم نم بارون میاد. اینم گلای حیاتمون.